سلام خدمت بینندگان و همراهان تیوی پلاس. امشب جشن خانه سینماست، 17 جشن خانه سینماست. تا لحظاتی دیگه مراسم شروع میشه. حمید و مصطفی اونور هستن با گفتگوها، منم اینجا هستم با سپهر فتایی. براتون گزارش میکنیم لحظه به لحظه اتفاقا و جایزه هایی که قراره بگیرن. شما کجا؟ اینجا کجا؟ خوبین شما؟ شما خوبین؟ من جشن خانه سینما بود، منم به خاطر عرضم حضورتون بچه های گروه دنگ شد، در واقع چون فنشون هم دوست دارم، کارشون رو میدونستم که امشب قراره اجرا داشته باشن، اینه که اومدم فقط ببینم که چجوریه اجرا رو بشنوم و لذت ببرم. نوید محمدزاده، صابر ابر، امیر جدیدی، پانتا و پناهیاب، تینا پاکروان و تناز طباطبایی در کنار هم نشستن. لباس صابر ابر خیلی جالبه، کفش قرمز، سردسته قرمز. خانم طباطبایی هم که کج به سمت سن نشستن. ما خبر شدیم که بازیگر 100 ساله سینمای ایران آقای پرویز شاهروخی پور، اگر اشتباه نکنم اسمشونو، امشب 100 ساله میشن. به همراه همایون اسدیان دارن الان وارد صحنه میشن. خیلی پست و بلندی آمد در تاعت و سینما دیدم. اتفاق ویژه افتاد، استاد داره میرقصه روی صحنه، ماشاءالله، خدا قوت. آقای شاهین پور، اصلاح میکنم، آقای شاهین پور، به پیشنهاد احسان کرمی همه الان در حال سلفی گرفتنن و دارن سلفی میگیرن. صابر ابر، نوید محمدزاده، امیر جدیدی، این ورم تینا پاکروان، تناز طباطبایی، پانتا و پنایا. این ور که من دارم میبینم، بله، خانم افشار، خانم آسایش در حال سلفی گرفتنن. همکنون قرار جایزه بهترین چهره پردازی به برگزیدش اعطا بشه. آقای ملکان، تصویر آقای ملکان رو میبینید، یکی از بهترین چهره پردازهای خوب سینمای ایران. برای فیلم نهنگ هم بعد ایرج رامیفر عزیز جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس رو دریافت میکنم. برای فیلم در دنیای تو ساعت چند است؟ پانتا ها، پنایی ها، تبریک می، تبریک ویژه به خانم پانتا پنایی ها برای فیلم گس به کارگردانی کیارش اسدی‌زاده. واقعا انتخاب درست. تبریک فراوان، صابر ابر، پگاه آهنگرانی و پانتا پناهی ها. خانم خسته نباشین، تبریک میگیم. هول شدیم بالا؟ خیلی داشتم سکته میگم. خب این همه آدم همم نمیدونستیم بهتون جایزه رو میدم؟ چرا؟ دیشافن. چرا انقدر هول شدین خانم؟ وتر دیگه. چیزی اومده کرده بودیم بگین که یادتون رفته باشه؟ نه، همه رو نگفتم. رضا عطاران داره میره روی صحنه که جایزه بهترین نقش مکمل مرد رو بدن. نادر فلاح جایزه بهترین نقش مکمل مرد رو دریافت کرد، با حامد بهداد خوشو بش میکنه. نادر فلاح به روی صحنه میره. جایزه دادین الان حستتون رو من میخوام. قبلا شما میرفتین بالاتش، کم هم بهتون جایزه دادن دیگه، نه؟ اشکالی نداره که ما جایزه میدیم به اهالی سینما، به بازیگرای درجه یک سینما. قولم نشده. نه، چرا چی؟ من میبینم اصلا استرسی چیزو سرزد. نه، مرسی. ریتم مراسم انقدر کند داره پیش میره که استاد کیمیایی خوابیدن، نمیدونم خوابیدن نه بیدار شدن، نمیدونم سپه گرفت نگرفت. بهترین جایزه نقش اول زن میلا زارعی، فیلم شیار 143. در کنار آقای نوید محمدزاده هستیم، اینجا داریم گزارش میکنیم براتون. سپر جان اون ور رو بگیر.
تبریک میگیم خانم سالگی تشکیل جانانه بفرمایید به خاطر اون بازی درخشان و ماندگار در فیلم شیار 143. تبریک میگیم. این حرف رو آماده کرده بودین یا واقعا به دوام؟ راست بگم قطعا من فکر میکنم بهش، ولی فکر نمیکردم واقعا باید بیام روی صحنه. یعنی نمیدونستین که جایزه رو میگیرین؟ نه واقعا نمیدونستم. چی بگم خانم مزاری، هر موقع شما جایزه میگیرین یه بغضی تو نگاهتون من میبینم، این انگار همیشه براتون تازگی داره یا به خاطر الفته؟ نه من فکر میکنم جایزه زمانی که دو زن رو گرفتم گریه کردم روی صحنه، همیشه همینطوره. خیلی متشکرم. گریه از جهت این بغضی که الان شاید شما میبینین، فکر میکنم بیشتر به خاطر حال فیلمم هست که هر بار که میخوام از این مادران صحبت بکنم ناخواسته تحت تاثیرم دیگه. زنده باشین بزرگوارین. خیلی ممنون، زحمت کشیدین، ممنون. رامباد جوان ضمن انتقاد از دوم میاد اینجا وامیسته در سکوت، متوجه نشدم برای اینکه حسلم سر نره شما هم بیزاره. شاید رامباد جوان به نحوه برگزاری مراسم انتقاد کرد و نکته های مطرح کرد و رامباد جوان مشغول جنگولک بازی روی صحنه است. ساعت سوهیلی جایزه بهترین نقش اول مرد رو برای فیلم چمت مکعبش دریافت کرد. برای جایزه آره آقا جعفریان اومدم، یه بانو حاتمی و فکر میکنم جایزه بهترین فیلم برداری و قرار بدم همایون پایور شرکت باشه. آره اون که سلطانه جون من، شنیدم امیدواریم چون که آقا جعفریان اومده بعید نیست. عاشقشم آقا پایور، بزنیم چون باشه. به 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 آقای همایون پایور استاد پیشکسوت فیلم برداری، تندیس بهترین فیلم برداری برای فیلم در دنیای تو ساعت چند است؟ همایون پایور تبریک میگیم به آقای پایور. عامد بهداد چند متر مکعب برای عشق، چند متر مکعب عشق، جمشید محمودی و نوید محمودی بهترین فیلمنامه رو گرفتن. امشب جوایز رو درو کردیم فیلم. ناصر تقوایی و مسعود کیمیایی به صحنه حاضر شدن. قافلگیری عجیبی بود. استاد کیمیایی میگن که من حرف نمیزنم چون پر از گلگی هستم. جمشید محمودی و نوید محمودی چند متر مکعبش؟ پایان بخش مراسم امشب جایزه بهترین فیلم رامبد جوان خواهم متوداری با دو تا از سازهای مختلف گروه دنگ شو اومدن توی صحنه. اصغر فرهادی و رضا میرکریمی برای اعطای جایزه بهترین فیلم روی صحنه اومدن. جمشید محمودی، نوید محمودی، خانواده محمودی کل آفریقا رو وجب به وجب. تمامی جوایز 17 جشن خانه سینما به برادران محمودی رسید. جوایزان خسته نباشید، ما تی وی پلاسیم. خانم چه حسی داره جایزه میدین؟ قبلا شما جایزه میگرفتین همیشه؟ داشت خیلی سرسین هم نداشت؟ نه. ما با آقای ایوبی صحبت میکردیم، شما بالا بودین، گفتن که ما به زودی این دکتره رو میدیم. این قضیه شو واقعا قبول به شما بدن نخواهیم تهرانی؟ واقعا نه، قرار بود که دیدین دیگه، همونی که گفتم دیگه. امیدوار هستین آقا بهتون بدن دکتر؟ اصلا ارزشی داره براتون واقعا خدایی؟ نه
من همون آمپول زن باشم بهتر. خبر خوب بدم، در واقع خیلی تو روزهای گذشته جایزه بین‌المللی آقای شریفینی، آقای شریفینی ها جایزه خیلی بزرگی بردن. آقا چرا راجبش صحبت نمی کنید شما؟ نه اون بابت اینکه سینمای تجاری اونجا مطرح شده خوب بود، حالا درسته. از فیلم تقدیر شد و جایزه هم به من و خانم فاطمه گودرزی دادن. بله. و از این جهت خوب بود. در واقع شما ناراحتین از اینجا که سینمای تجاری رو تو ایران جدی نمیگیرن؟ نه 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 نه، من خوشحالم از اینکه سینمای تجاری هم اونجا مطرح شده بخواد بله قربان به جای فیلمای، چون اونجا وقتی که سینمای تجاری مطرح میشه بعد فیلما موقعیت اکران پیدا میکنه و برای اقتصاد سینمای ایران خوبه. قبلا خب اونجا میگن آقا چرا همش فیلمای خاص اینجا میاد، در فیلمای تجاری رفته و اینکه این فیلم آنچه مردان به نظرم خیلی خوبی پیدا کرد. فروش بود مصطفی واقعا خوش گذشت امشب. بعد نبود خوب بود، همین خوب. آقا چرا نخواستیم برید بالا رو استیج؟ استیج برید چی برید؟ من جلو، یعنی آقا بالاخره جلو بشین. بزرگای سینما امسال امشب رفتن رو استیج. مشخص شده همه چی دیگه. شما تاج فنی افتخار دادین. مرسی. آقا انداختیم دیگه تلاش که فراک. آقا ایمان آوردی به حرف ما؟ ایمان به حرف شما؟ خب فکر کنم به همه بازیگرا همینو گفتیم. ولی تو خود دیشب میدونستی این قضیه رو؟ نه من واقعیت نمیدونستم. نه نه کس خاطرهایی که تعریف کردی چقدر برنامه‌ریزی کردی؟ یعنی قبلا فکر کرده بودی که اگه برم بالا اینو بگم؟ این که فکر کردم، خب این خاطره به خاطر اینکه سپید عبدالوهاب از اون رو یه لحظه به ذهنم رسید وقتی نشستم یادم اومد. صاحب فیلمتون ترکون دیگه، گرو کرد سال همه رو گرفت خدا شو. یه کار دلی بود، آنچه از دل برایت بر دل نشه. آره واقعا همینطوره. گام بعدی سیمرغ بدون تعارف، یعنی 50 کیلو آلبالو برای تو سیمرغ میاره؟ 50 کیلو آلبالو برای جشنواره نیست. جواب بد پسند بکنم. خیلی قدر جایزه‌شو میدونه ساید، چون یه ماچی کرد جایزه‌شو که هم صداش پیچید تو همه چسبی. آره واقعا، چون من برای فیلم چمت زحمت کشیدم. خوشحالم که مردم پسندیدن و دیده شده. بابا نبود برات کف بزنه؟ والا خبر ندارم، نمیدونم. حمید امشب هم کم حاشیه بود ولی خوب تموم شد. آره خدا رو شکر. جشن خانه سینما تو سال 94 به بهترین نحو ممکن برگزار شد. یه سری بی‌نظمی بود دیگه. آره بی‌نظمی بود، نسبت به سال پیش خیلی ولی بهتر بود. سال پیش خیلی هم حواشی زیادی داشت، تقریبا هم اکثر چهره های مطرح سینمایی حضور داشتن و تنها رسانه ای که به جرات میتونم بگم که تونست گفتگوی تصویری بگیره و تقریبا ما هیچ چیم دست ندادیم تیوی پلاس بود. امیدواریم که طرفدارا و بیننده های تیوی پلاس از این گزارش لذت برده باشن. هندونه ها هم بردن، هندونه های تو آب بردن. من یه چیزی بگم، به خاطر تمام آدم هایی که تیوی پلاس رو میبینن و دوست داشتن تو این جشن باشن اما نبودن، ما تمام تلاشمون رو کردیم به خاطر اینکه یه ذره هم حتی این احساس رو نکنید که حیف که نبودیم توی مراسم. چند ساعت روپا بودی؟ من که از صبح 8 صبح. چه دیگه اسباب کشی ربطی نداره به مردم. اسباب کشی بالاخره یه دینه، ربطی نداره. آقا کی رسیدی اینجا؟ آقای فرانی حدودا 5 ساعت روپا. آره واقعا آزه نشست. من مصطفی علی، آره من به شما میام نشست. سپر فتایی و سام بهشتی، کوروش جوان عزیز. 5 ساعت تمام تلاشمون رو کردیم برای اینکه این اتفاق نصیب شما بشه. منتی هم نیست، کارمونه. لذتش ببرین. مرسی.